همراه میشیم با جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی. آقای رجبی، جمهوری اسلامی چند سال پیش گفتش که داعش به پایان رسیده، اما امروز مقام‌های مسئول میگن که این گروه تقریبا 80 بمب فقط برای مراسم قاسم سلیمانی وارد کشور کردن. این تناقض رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ سلام. البته بهترین تحلیل ها رو مردم ایران دادن تو همین صوت هایی که میشنیدیم، اما برای اینکه بیشتر باز بشه میگیم، همون موقعی هم که اعلام پایان داعش رو کردن واضح بود که جمهوری اسلامی به دنبال دستاورد سازیه، به دلیل اینکه خب میلیاردها دلار کلی کشته، چه از نیروهای خودشون که بردن، چه از مردم سوریه، برای بقای بشار اسد انجام دادن، و به دلیل اینکه به اسم مبارزه با تروریسم اون موقع اومدن پایان داعش رو اعلام کردن و خودشون رو نفر اصلی با مبارزه با تروریسم معرفی کنن، با اینکه میدونیم که جمهوری اسلامی در مقاطع همکاری داشته با داعش. اون موقع تو به دنبال دستاوردسازی بودن. مسئله دومش هم اینه که یک حکومت، یک دستگاه نظامی و اطلاعاتی نسبت به خطرهایی که برای یک جامعه وجود داره اولویت بندی میکنه، کیس تعریف میکنه و اون موقع برنامه‌ریزی میکنه. یک حکومتی که هیچ وقت برنامه‌ریزی‌هاش، یعنی کیس هاش و پایگاهاش رو بر مبنای خطر برای مردم تعریف نمیکنه، بلکه خطر برای خودش، سقوط خودش و بقای خودش تعریف میکنه، اینجاست که دروازه های امنیتی زیاد میشه. حالا اگر اون موضوعی که رگه هایی هست که جمهوری اسلامی از این موضوع نفع میبره بذاریم کنار، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده تلاش ها و نهادهای امنیتیش رو بر این معطوف کنه که خطر برای خودش، مسئولین خودش باشه. هیچ وقت خطر برای جامعه رو اولویت قرار نداده. مسئله دیگه هم داریم میبینیم، جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده از داعش در مقاطع مختلف استفاده بکنه، چه از اینی که بخواد جامعه رو در شوک به فرو ببره، بگه اگر ما نباشیم امنیت به هم میریزه، چه برای توجیه بعضی از فعالیت‌های خودش. خب مقام های جمهوری اسلامی الان خودشون هم گفتن که قبل از مراسم قاسم سلیمانی 16 تا بمب رو کشف کرده بودن و میدونستن که این بمب ها برای مراسم قاسم سلیمانی. با این حال میبینیم که مراسم رو برگزار کردن و حتی بچه ها رو از مدرسه به این مراسم بردن. دلیل برگزاری مراسم در چنین شرایط خود امنیتی چیه؟ دو حالت داره. اگر حرفشون درست باشه، یعنی که اونها خواستن که این اتفاق بیفته، خواستن که طرفداران خودشون که هموطنان ما هم بودن بکشن، کشته بشن، اجازه این کار رو دادن به دلیل مقاصد سیاسی. اما اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر واقعا بمبی کشف شده، پروتکلش توی دنیا اینه که به سرعت تخلیه انجام بشه، به سرعت گیت‌های بازرسی گذاشته بشه، به سرعت پلیس بیاد و نیروها رو بگه. اما ما می‌دیدیم حتی وقتی بمب منفجر شد یک سردرگمی بین مردم بود، کسی نمی‌دونست چی شد. پس اگر اونها این رو می‌دونستن و تخلیه رو انجام ندادن، مراسم رو لغو نکردن، گشت‌های بازرسی رو نگذاشتن، نیروهای چکخونسا رو نفرستادن، پس معناش اینه اگر اونها راست میگن، یعنی اونها خواستن که این اتفاق بیفته برای اینکه بتونن مسائل سیاسی رو بکنن، یا اینی که دروغ میگن، هیچ اطلاعی نداشتن، هیچ موضوعی نبود و ما هیچ برنامه‌ریزی در صحنه میدانی بعد از این بمب نمیدیدیم. متشکرم از توضیحات شما. جابر رجبی، فعال و تحلیلگر سیاسی.